دو ماه از وعده 1,000,000 مسکن می‌گذرد. طبق همین قرار بایستی تا امروز صدها هزار مسکن ساخته می‌شد. از آن تاریخ تا امروز کدام بیپناه به مسکن رسیده؟ همجور که مشاهده می‌کنید تمام دارایی این خانواده زیر این آواره. الان کی می‌خواد پاسخگو این همه ضرر واسه یه خانواده مستضعف ایرانی باشه؟ این دولت آقای رئیسی، این کمکشون، واقعا ممنونیم از کمکشون. باید کاری کرد که اینا رنج سرمایه‌اینا رو دیگه امسال انشالله نتونن داشته باشن. یعنی کار خوبی هم انجام شده، بعضی از خونه‌ها تا زیر سقف رسیده، بعضی هم که آماده شده برای تحویل، ولی یک به نظر من سرعت و شتاب بیشتری رو ضروری ما میدونیم در این رابطه. صحنه شکنجه آن مادر زاهدانی که خانه‌اش ویران، بچه‌هایش آواره و خودش زیر چنگال مزدوران انتظامی نقش زمین می‌شود، تصویر روشنی از حل مسکن به شیوه رئیسی جلاد است. و این هم روش دیگری از حل مسکن به شیوه جلاد. آقای فرماندار، این خونه بنده خدا رو خراب کرده، سکته کرده. ساده تشویق آوردی. چهاردار اومده، بنده خدا سکته کرده. روزنامه آرمان، 3 مهر. ما با فسادی سازمان یافته مواجه هستیم که در درون قدرت حضور دارد. بالغ بر 7,000,000,000 دلار از کشور خارج شده تا در کشور همسایه مسکن خریداری شود. رئیسی گفته دولتش سالی 1,000,000 خونه میخواد درست کنه. بهش میگم تو خونه مردم رو خراب نکن، 1,000,000 خونه پیشکشه. ساخت و ساز که کار اینا نیست، اینا 43 سال کارشون ویران کردنه. کجای تاریخ حاکمان زورگو و دیکتاتور تونست حکومتش رو ادامه بده که حالا رئیسی بخواد این دیکتاتور رو پابرجا نگه داره؟ حقمون رو از حلقوم خامنه‌ای و رئیسی بیرون میکشیم. با سرنگونی حکومت آخوندی به کمک ارتش آزادی و کانون شورشی‌های قهرمان.